آقا آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که او با خوش و خورم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم ستار دلدار از شمال کالیفرنیا و جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین گرامی هستم. تظاهرات برگزار شد در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا. تظاهرات فکر کنم در 5 شهر بزرگ جهان بود و تظاهرات لس آنجلس طبیعتاً چون مرکز ایرانیان خارج از کشور هست پرشورتر بود، جمعیت بیشتری حضور داشتند و چهره‌های گوناگونی توی تظاهرات دیدیم، از جمله سورپرایز، دو تا سورپرایز توی تظاهرات بود. یکی از سورپرایز ها در واقع حضور شاهزاده رضا پهلوی بود و دیگری آقای پرویز ثابتی. حضورش به نظر من که جریان رو تعقیب میکردم تکون خوردم از حضور پرویز ثابتی در تظاهرات. تظاهرات با شکوهی جمعیت قابل توجه بود. حالا از من نپرسید که جمعیت چند نفر بود، چون واقعا من نه ماشینش دارم که بشمارم، نمیتونم حرفی بزنم که دقیقا نمیدونم. ولی خب تصاویری که میبینید، آقای فریدون خان میرفخرایی تصویر بردار با سابقه تلویزیون ملی ایران از تظاهرات گرفته، شما شاهدش هستید و میبینید که اوضاع از چه قراره. دو تا سورپرایز این تظاهرات داشت. سورپرایز دومی در واقع برای من بیشتر از اولی شگفت‌انگیز بود. آقای پرویز ثابتی در تظاهرات شرکت کردن. تصویرشون مشاهده می‌فرمایید. پرویز ثابتی در 85 سالگی دست راست با یک کلاه کپ بیسبال. ایشون همه کاره ساواک بود، گرچه تیمسار نصیری رئیس ساواک بود، اما چهره روی صحنه و گرداننده اصلی پرویز ثابتی بود. تا پیش از این تظاهرات کسی دقیقا نمیدانست او کجا زندگی میکنه، اما روز شنبه معلوم شد ساکن آمریکاست با چهره‌ای که هرگز کسی قادر به تشخیص او نبود. در سن نموتو ترسی آدم 85 سالگی با کلاه بیسبال کمتر کسی میتونه ادعا به شناسایی او بکنه. وقتی این خبر و این عکس رو دیدم، یادم به کتاب خاطراتش افتاد که در اونجا به اشتباهات شاه پرداخته، غافل از اینکه خود او یکی از پایه‌های سقوط شاهنشاهی در ایران بودش. از بزرگترین اشتباهشان پخش، یعنی اشتباه حضرتشان منظورمه، پخش دادگاه گل سرخی از تلویزیون بود. خسرو گل سرخی هم رفیق من بودش و هم در روزنامه کیهان همکار بودیم، بنابراین به روحیه او کاملا آشنا بودم. خسرو دوست من میخواست به هر قیمتی قهرمان بشه، عاشق قهرمان شدن بود و ساواک و پرویز ثابتی این شانس رو به او دادند. به هر حال خسرو از این فرصت که پرویز ثابتی به او داد حد اکثر استفاده کرد و قهرمان هم شد و هم در واقع ساواک و سیستم اون زمان رو داغونش کرد. آقای پرویز ثابتی
اگر فقط به نظر من به اندازه یک سر سوزن روانشناسی رو میدونست، یا یه دکتر روانشناس رو میآورد که خسرو گلستانی رو تجزیه تحلیل بکنه، هرگز دست این خبط بزرگ نمیزد. شاهد این ادعای من مصطفی باشی خبرنگار کیهانه که در دادگاه خسرو گلستانی حضور داشت. برای من و چند تن از همکارانش تعریف میکرد که خسرو روز بعد از دفاعیاتش که از تلویزیون پخش شد از اون میپرسه واکنش مردم از دفاعیات من چگونه است، و مصطفی باشی میگه که عالیه، همینجوری ادامه بده. همین مکالمه باعث دستگیری مصطفی باشی خبرنگار کیهان هم میشه. آقای پرویز ثابتی، تیرباران بیژن جزنی و یارانش یکی دیگه از اشتباهات شخص شما بود که میگید من در شکنجه ها، در دستگیری، در باجیش کاری نداشتم، که دروغ میگید. شما همه کاره بودید. آقای پرویز ثابتی، شما بیژن جزنی و یارانش رو تیربارون کردید در تپه‌های اوین، اونا رو کشتید و به دروغ گفتید در حال فرار از زندان بودن که کشتیدشون. آقای پرویز ثابتی، نفرمایید شاه خیلی اشتباه کرد، تو و تیمسار نسیمی هم کم اشتباه نکردید. در ضمن من اگر جای پرویز ثابتی بودم در تظاهرات که هدفش آزادیه، آقای پرویز ثابتی در تظاهرات که هدفش آزادی و دموکراسی، هرگز شرکت نمی کردم. باور کنید حضور شما در مبارزات آزادی خانه ملت ایران بیشتر از اینکه مفید باشه مضره. جناب پرویز ثابتی، جون مادرت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی دیگه شرکت نکن. بله، این تقاضای من از سورپرایز دومی بود که در تظاهرات لس آنجلس دیدم. آخه مردم دارن برای آزادی تظاهرات میکنن، حضور دارن، شرکت میکنن، بعد آقای پرویز ثابتی هم دم از آزادی بزنه. لطفه میزنید آقای ثابتی، تا حالا کجا بودی؟ 43 سال 44 سال همونجا باشید. به نظر من وقتش نیست که علونه بیاد بیرون، از پناهگاهتون بیاد بیرون. تظاهرات همه جا بود. من دوست از خواهش میکنم که این یه عکسی رو من برای آقای سپه دوست دارم که بفرستید، و این عکسشون میده. خب در همه مثل واقعا دوست دارن دروغ بگن. خب دروغی که پایه های سیاسته. خب سیاست از اساس قضیهش دروغ و کلکه و نمیدونم رو دست دادن از این صحبت هاست. شد ریشه کلمه هم هست سیاست، از سیاسی میاد دیگه، نه ریشه کلمه آدم سیاسی، نه آدم بازی کلک زن و این چیز هست. روزنامه کیهان میگه که در تظاهرات، اولا من اینه خدمتون بگم، من تظاهرات امسال جمهوری اسلامی رو دیدم، ده ها عکسش دیدم، ده ها ویدیوش دیدم. من به عنوان یه خبرنگار موظف میدونم خودم رو، در تمام طول عمرم اینجوری بوده، من 100% با جمهوری اسلامی مخالفم، ولی که وقتی پای خبر میرسه که نمیتونم که مخالفت شخصی خودم رو با بیان خبرهای دروغ بخوام توجیه کنم. چنین چیزی نیست. حرفه من توی این 55 سال این بودی که اون چه واقعیت هست بگم، افکار خودم، نظرات خودم برای خودم. جمهوری اسلامی خارج از تمام، گفتم که دیدگاه های من علیه این حکومت، سیستم های این حکومت، روش های این حکومت، سیاست های این حکومت اینه که تظاهرات امسالشون من فکر میکردم خیلی بزرگ باشه،
قبلا برنامه فکر کنم جمعه هم اونجا گفتم یا چهارشنبه یا جمعه گفتم تظاهرات امسال یک تظاهرات عجیب و غریب خواهد بود، چون در واقع جمهوری اسلامی میخواد اعاده حیثیت بکنه، همه این روش رو کار میبره و یه چیز عجیب و غریب را میندازه. اما این چیز عجیب و غریب اتفاق نیفتاد. از من نپرسید، همون تو که نمیتونم بگم لس آنجلس چند نفر بود، در پاریس چند نفر از آراد شرکت کردن. بله بله. نمیتونم بگم. در مورد تظاهرات دولتی جمهوری اسلامی هم نمیتونم بگم چند نفر بودن. ولیکن در مقایسه با سالهای پیش، برخلاف پیشبینی من و تلاش تمام سردمداران حکومت، به یقین بابا اطمینان کامل بهتون میگم که تظاهرات کمتر از هر سال بود. از من نپرسید که چند نفر بودن، ولی کمتر بود. پیشبینی ها از جمع پیشبینی من غلط از آب در اومد. مردم جلوی آیت الله سید علی خامنه‌ای ایستادند و نرفتند. اتفاقا امسال سعی کرد که آیت الله خانم های بی حجاب رو زیاد به بازار بیاره، خانم های بی حجاب دولتی رو، همونه که تو خیابون محصار گرفتن، اینو گرفتن، اونو می گرفتن، کتک می زدن، به زور می کشیدن رو آسفالت خیابون، به نازش تو ون گشت ارشاد. اون خانم ها، خانم های جمهوری اسلامی امسال بی‌حجاب‌تر از هر سال بودن، به طوری که روزنامه جمهوری اسلامی هم صداش در اومد و نوشتش که اگه قرار باشه که زنای حکومت در تظاهرات اینجوری بی‌حجاب باشن، اکثر شما محصا امنیر کشتید، چرا من ننوشته کشتید؟ ببخشید، چرا اون فاجعه رو به وجود آوردید؟ چرا اون اتفاق افتاد که حیثیت جمهوری اسلامی بره؟ اگه قرار بوده که اینجوری خانم ها بیان بیرون، لازم نبود که این همه ما توم بدیم و اشاره میکنه به کفن پوش ها و و و. اما در این گیرودار یک اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی میگه که تظاهرات امسال 20 میلیون نفر شرکت کردن و رکورد شرکت کنندگان در تظاهرات در طول 43 سال گذشته شکستن. باز این یک دروغ بزرگه، به بزرگی کله عمامه آقای شریعت مداری سردبیر بیت رهبری در روزنامه کیهان، نماینده آقا. حالا تا اون در واقع چیز نداره، عمامه نداره، ولی که به هر حال بی عمامه و با عمامه فرقی نمی کنه. ایشون می فرماین که در تظاهرات 20,000 نفر شرکت کردن. خیلی خوب، چند 20 میلیون نفر قبول دارن، 20 میلیون نفر شرکت کردن. اونجا جای حرفه که میگه این رکورد تاریخ شکسته. توجه بفرمایید به روزنامه کیهان، تیتری است که در سال 98 زده شده، گفته شده که در تظاهرات در سال 98 بله تقریبا میگه که 50 میلیون نفر شرکت کردن، 50 میلیون نفر. میگه که امسال 30 میلیون شرکت کردن و رکورد تاریخ شکسته شده. من نفهمیدم اگر 5 سال پیش 50 میلیون شرکت کردن، امسال 20 میلیون شرکت کرده. حالا آمارا میگیم درست ها، چجوری رکورد شکسته شده؟ شما که 30 میلیون کمتر اومدن. روزنامه کیهان یادش میره خودش چی نوشته، عباس که دروغ میگن، عباس که همه چیز با دروغ و حیله و کلک و اصلا روزنامه نگاریش از اول تا آخر توی مملکت
بر پایه دروغه در نتیجه روزنامه کسی رو انتشار مملکت یادش رفته که آرشیو خوش ورق نذاره که بگه 5 سال پیش من نوشتم 50 میلیون امسال می‌نویسم 20 میلیون از چطور من رکورد شکستم 30 میلیون ریزش داشتید آقای شریعت مداری 30 میلیون در همین تظاهراتی که می‌فرمایید رهبر و شما و بقیه دار و دسته ریزش داشتن من نمیگم تیترار دیدید میگه نه پیامانه میبینیم که جناب آقای بیژن‌خان افتخاری مثل همیشه هستند و حرفای شیرینشون در چه زمینی است با ما باشید Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه 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 محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است نشانی 3275 استیونز کریک بولوار تلفن 408-666-1229 نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سنحوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی تلفن 408-866-6400 کافه قنادی بی بی حرف آخر در ارائه شیرینی های خوش و تر ایرانی کیک های عروسی و تولد انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی تلفن 408-247-4888 شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید دایموند، پرستیج و زیبایی همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا کلکسیون استثنایی برای عروس خانوم‌ها و شاهدامادها خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا تلفن تماس 408-241-3755
sophistication and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نانهای ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب با سلام مجدد برمیگردیم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار از این گرامی. آقای بیژن‌خان افتخاری حضور دارن. آقای افتخاری نمیدونم که در تظاهرات رو تعقیب کردن یا نکردن. درود بر جناب آقای افتخاری. درود بر شما جناب دلدار گرامی. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون پاس در سراسر جهان. تظاهرات رو شما دنبال کردید؟ من در جریان بودم. بعدم فیلمایی که اومده بود رو دیدم، بسیار هم خوب. خیلی هم خوشحالم که تحرکاتی در بین ایرانیهای خارج از کشور به وجود آمده و امیدوار هستم که از این هم بیشتر بشه. البته به نظر میرسه که روند به سمت و سوی داره میره که اختلافات امیدوارم کنار گذاشته بشه، حالا نه که نادیده گرفته بشه، ولی روی مشترکات کار بشه و امیدوار هستم که یک اتحاد در عمل بین همه نیروهای سیاسی موجود در جامعه به وجود بیاد. ما نیاز داریم. در غیر این صورت باید بشینیم و نگاه کنیم که جمهوری اسلامی چطور جوانهای مثل گل ما رو یکی یکی میکشه و نابود میکنه. بنابراین من به طور کلی ارزیابی مثبت هست. نکاتی هست که من فکر میکنم فعلا نیازی نیست بذاریم این حرکت آغاز بشه. به خصوص امیدوار باشیم که این نوع حرکات بازتاب دهنده جریانات سیاسی در داخل کشور باشه و از اون مهمتر امیدوار هستیم که این حرکات در خارج از کشور بتواند با داخل کشور ارتباط برقرار کنه و پشتیبانی داخل کشور رو هم داشته باشه. خب آقای بیژن‌خان افتخاری، دو تا اتفاق تو ایران در طول چند روز گذشته رخ داده. یکی تظاهرات 22 بهمن که نظرم خدمت معرض کردم که به نظر من تعداد شرکت کنندگان به مراتب چقدر بود نمیدونم، ولی در مقایسه با سال گذشته خیلی کم بود و گفتم که اون تیترم نشون داریم که گافی که روزنامه کرمان داره. و دومی که آقای خامنه‌ای دست به اقداماتی زده که در طول 44 سال گذشته هرگز نبوده. اولا این که گفتن که حالا عفو تظاهر کننده رو که گرفتند و اینا بماند که ما مثلا چهرهایی که سالها تو زندان بودن مثل فرهاد میثمی رو و خیلی آدم های دیگه رو، خیلی نمیدونم رسول افونم پناهی رو، خیلی آدم های معروف و سرشناس رو آزاد کردن و گفتن که ما در واقع از ایران، حالا اون تیکه شالبه
ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنیم بیان برگردن بیان ایران، عفو عمومیه، همه میتونن برگردن. چیزی که تا حالا به نظر میسه از همون سالهای اول انقلاب خمینی عفو عمومی بده نداد، حالا خامنه ای میگه که عفو عمومی، همه میتونن بیان. این اتفاقات شما چجوری میبینید؟ یعنی حکومت داره به طرف اصلاح داره میره، حکومت ما مجبورش کردیم که در واقع دست به این کارا بزنه. چه اتفاقی داره میفته؟ خامنه ای همه زندانیا رو آزاد کرده و از اون ورم میگه که همه میتونن بیان، از دانشجو ما این دانشجو هم وطن اخراج نمیکنه، همه برگردن سر کار سر کلاسات، استادا معلمین هم همینجور. چی شده آقای بیژن افتخاری؟ ببینید جناب دلدار، در عالم سیاست ما استراتژی داریم و تاکتیک داریم. استراتژی یعنی اهدافی که شما برای خودتون برنامه ریزی میکنید، تاکتیک راه‌های رسیدن به اون استراتژی است. استراتژی معمولا تغییر پذیر نیست، چون اهداف مشخصی است که نمونه یا نمودار ایدئال های شماست. عرض بفرمایید، شما میگید که ما جامعه اسلامی میخواهیم، این ایدئال ماست، و نمودهای جامعه اسلامی مثلا حجاب اسلامی است. بعد برای اینکه حجاب اسلامی به وجود بیاد شما تاکتیک دارید. یکیش اینه که تو قانون میذارید که آقا هر کی چادر یا روسری سرش نیست یا رعایت حجاب رو نمیکنه این جریمشه. پس این تاکتیکه. شما تاکتیک رو میتونید عوض کنید، میتونید به جای روش های تنبیهی روش های تشویقی در نظر بگیرید. مثلا بگید هر کی که روسری سرش میکنه مثلا نمیدونم ما اینقدر جایزه میدیم، فرض بفرمایید یه کاره از این قبیل. اما اون استراتژی شما عوض نمیشه. شما میگید من میخوام جامعه ما پوشش اسلامی داشته باشه. حالا این حرف رو که میزنم اینکه من عقیده داشته باشم، دارم از مثال عرض میکنم، مثالش هم از نوع ارتجاعی عرض میکنم که با جمهوری اسلامی جور در بیاد. آقای خامنه ای و دار و دسته و لات و لوت های دور و برش مشخصه چی میخوان. ایران رو میخوان مثل کره شمالی اداره کنه. آرزوشون اینه. چجوره باشه؟ مردم در بیخبری کامل باشن، مردم به یه سری خرافات اعتقاد داشته باشن، مثل گوسفند زندگی بکنن، اینا هم رو سرشون سوار باشن. در سطح جهانی هم اگر بتونن با باجگیری اینو اونو بترسونن. این باجگیری هم میتونه با گروه حزب الله و هشت الشعبی و زهر مال الدوله باشه یا با بمب اتم، فرق نمیکنه. آخوندها میخوان همواره در جهان به اونا به شکل تهدید نگاه داره بشه، اینا بتونن باج بگیرن. این روششونه. بسیار خوب، این استراتژی عوض نشده و نخواهد شد، خودمون رو گول نزن. زمانی هم که یه عده میان میگن اصلاحات، ما نباید گول بخوریم. اصلاحات یعنی آقا تاکتیکا رو عوض کن. آقا تو چرا اینجوری با دنیا برخورد میکنی؟ چرا با مردم اینجوری با پنبه سرشون رو ببر، سیاست ورزی بکن. بنابراین اگر شما کوچکترین تغییری میبینید اولا تاکتیکیست نه استراتژی، و دوم این که تحت فشار است نه از روی اختیار. بنابراین آقای خامنه‌ای دیده دیگه تا میرحسین موسوی شو تا نمیدونم بچه های رفسنجانی و کروبی و خاتمی و روحانی و جهانگیری و هر لات و لوت دیگه که دور و برش بوده دارن تو سرش میذارن که تو گند زدی و مملکت رو داری، حکومت رو داری از دست ما بودی. بعد از قرنها حکومت افتاد و دست ما لات ها و لوت ها و لش ها داشتیم حسابی چارنل میخوردیم، تجاوز میکردیم، هر بلای دلون میخواست سر ملت میآوردیم، تحت عنوانی که امام حسین چقدر عزیزه و ما هم خب نماینده امام حسینیم.
یا نمیدونم ما نماینده پیغمبر، این ملت رو تو ناگاهی نگه داشته باشیم قارتشو میکردیم، اینقدر اذیت کردی، اینقدر نیموقع وارد شدی در لفافه اصلاحاتی که ما میگفتیم، یعنی یه ذره فشار رو کم بکنی، نکردی، حالا دیگه جامعه منفجر شد. بنابراین آزاد کردن 20-30 هزار زندانی چیزی نیست که آقای خامنه‌ای از ته دلش میخواد بکنه یا متوجه شده که آزادی خیلی چیز خوبیه، من اشتباه، نه عزیز، تاکتیکشونه. به این نتیجه رسیده که شاید یه در آزاد کنی بذاره سرصدا بخوابه، به خصوص سرصداهای دوروبر خودش، چون که سرصدای مردم براش اهمیت نداره، ولی میبینه ریزش نیرو داره پیش میاد، ناچار میشه یه جاهایی تاکتیکش رو عوض بکنه، حتی برای اینکه به اونا ثابت کنه این تاکتیک غلطه ممکنه عوض کنه، که بگه ببین مثلا ما اگر زندانی آزاد کنیم حالا ببین چقدر شلوغ‌تر میشه مثلا، که البته خواهد هم شد، البته این اتفاق خواهد افتاد. چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که ملت ایران دیگه ملت 20 سال پیش نیست. نسل جدید، جوانهای جدید، جناب دلدار گرامی، اصلا و ابدا خودشونو در چارچوب‌های این نظام نمیتونن تعریف کنن. چارچوب‌های این نظام ممکن بود برای ماها یا پدران ما یه جورایی یه معنی داشت، چون یه اعتقاد الکی به مذهب داشتیم، ولی جوانای دهه 80 و 90 ما، عزیز جان، اینها در دوره اینترنت به دنیا آمدن، اینا اطلاعاتشون با ما زمین تا آسمون فرق. من دوره لیسانس یادمه یک دونه کتاب میخواستیم راجع به اقتصاد پیدا بکنیم تو کتابخونه، اگر یه دونه بود نمیدونم میرفتیم فیشا رو میگشتیم ببینیم کدومه، میبردیم به کتابدار میدادیم، میگفت 3.5 ماه دیگه بیام، این دست فلان و بسان و فلان فعلا نداره. اینطوری بود. الان دیگه جوون امروز رو شما نمیتونی با ما مقایسه کنی، و بنابراین این جوون که با دنیا آشناست، گروه های نمیدونم هنری جهان رو بهتر از همه ما میشناسه، با علوم جدید در ارتباطه، بیای براش قصه بگی که بله آقا یهو خرسه زبون باز کرد به حضرت علی گفت الهی فدات بشم. خب این جوون به اینا میخنده، مسخرت میکنه نتیجتا. و بذارید بگم چرا به واقع، حالا هی مرتب به اندیشه ورزان ما یا به نوعی روشن فکران ما، به همین رادیو تلویزیون های ما انواع توهینا میشه که آی 57 فلان فلان شده، اما این واقعیت داره بسیاری از اینها مثل همین آقای دلدار که الان میبینید، الان 44 ساله دارن دست به روشنگری میزنن، اندیشه ورزی رو برای جوانهای ما مطرح میکنن، critical thinking، تفکر نقاد رو توصیه میکنن، و اثرش همینه که الان شما تو خیابون میبینید جوان آمده بیرون، نه دنبال ایدئولوژیه، نه دنبال لنینه، نه دنبال استالینه، نه دنبال نمیدونم پیغمبره، میگه آقا من زندگی آزادی میخوام و حقوق انسانها باید برابر باشه، حقوق برای زن و مرد یکی باید باشه. این ناشی از روشنگری و آگاه سازیه که بسیاری از افرادی که در داخل و خارج از کشور هستن این کارو کردن. این تغییر جمهوری اسلامی درش باخت. جمهوری اسلامی در بخش فرهنگی دست بالا رو داشت، بهترین امکانات رو داشت، یک ریشه مذهبی در بسیاری از ایرانی ها وجود داشت، دو رادیو تلویزیون و تمام رسانه ها در اختیارش بود، سینما در اختیارش بود، تریبون ها در اختیارش بود، ولی باخت اینو به همین هایی که شما فحششون میدید روشن فکر 57، به همین ها باخت. اینا تونستن نسل جدید رو به اندیشه ورزی سوق بدن، هدایت کنن. بسیاری از این عزیزان آمدن
حکومت‌های مدرن رو برای شما توضیح دادن که تفاوت حکومت مدرن و حکومت‌های دیکتاتوری در چیست، از کجا میشه سنگ بنا گذاشت. اینا مجموعه ایست که جناب دلدار گرامی به من میگه در یک کلام به سمت یک انقلاب تمام عیار داریم میریم. جای بسیار خوشبختی است، این اتفاق خواهد افتاد، ولی من معتقدم که انقلابی بر مبنای آگاهی و دانش، نه بر مبنای خرافات و تو ماه یکی رو ببینن و اینا، ما یه همچین انقلابی دیگه نخواهیم داشت. ما انقلابی بر اساس علم و دانش خواهیم داشت. نتیجتاً اونهایی که پوپولیستن، اونایی که میخوان با رندبازی و زرنگبازی به جایی برسن، من به شما عرض میکنم آنچنان شکست خواهند خورد که برای خودشون هم باور کردن نیست، که به ناگاه اینطور ببینن که جامعه اینها رو طردشون میکنه. جامعه ما امروز یک جامعه طرفدار علم، دانش و به طور کلی متدولوژی است. متدولوژی به جای ایدئولوژی. متدولوژی یعنی علم، دانش بشر یا علم، تجربه بشری و عقل سلیم. عقل سلیم این ستا مشکلات رو حل میکنه. در تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی از این روش استفاده میشه، بهش میگن متدولوژی. ما قدیم ایدئولوژی داشتیم که یه آقایی، حالا 2500 سال پیش، 1400 سال پیش، 150 سال پیش نشسته بود یه چیزایی گفته بود و ما میگفتیم باید اینطوری زندگی کرد. امروز بشر میگه نه عزیز جان، ما ایدئولوژی نداریم، ما متدولوژی داریم. ببین دانش چی میگه، تجربه بشر در مورد اون چی میگه و عقل سلیم به تو چی میگه. این ستا رو تکمیل. من امروز معتقدم در ایران جوانهای ما با متدولوژی دارن جلو میرن و موفق خواهند شد. به به، امیدواریم با این تشریحی که جناب‌عالی کردید که همه چیز با حساب و کتاب و دورت و چارتا و آگاهی و دانش پیش بره. بعضی وقت این کارهای اعتماد که میتونه مثلا میگن آقا بخشش میکنیم، میدیم، عفو میکنیم، نه همه میتونن بیان، آدم وسوسه میشه، میگه پس بنابراین داره اوضاع درست میشه. من از جناب‌عالی خواهش کردم که بیاد این اوضاع داره درست میشه رو برای ما روشن کنید که چیه، که ممنونم که واقعا روشن کردید. اوضاع داره یه جوری دیگه درست میشه، نه اوضاع به دست آقای خامنه‌ای و یارانش داره درست میشه. از این پیام رو ببینیم، برمیگردیم به سگمنت یا قسمت بعدی برنامه با بیژن افتخاری. آقای بیژن خان افتخاری میپردازیم. آقای Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استونز کریک بولوارد روبروی هاندای استونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذا و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه،
یگانه یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوفر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. کافه قنادی بی بی، حرف آخر در ارائه شیرینی های خشک و تر ایرانی، کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های ایرانی و آب میوه تازه با مدیریت ایرانی. کافه قنادی بی بی در تقاطع ساراتوگا و بلوار کایلی. تلفن 408-247-4888. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی، سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبتهای گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب تقریبا تاریخ داره تکرار میشه. تمام انقلاب‌های دنیا این مسیر طی کردن، یعنی خفقان مردم، وضع اقتصادی بد، سرکوب شدن مردم، خون خونریزی. ببینید تمام انقلاب‌ها دارم خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی از انقلاب کبیر فرانسه گرفته تا انقلاب روسیه، تا نمیدونم انقلاب کوبا، هر چیزی شما نگاه کنید، حتی انقلاب چین، تمام اینا مردم تو فشار بودن، فساد بوده، بعد همه اینا شروع کردن، رهبران اون زمان شروع کردن شل دادن، اول خیلی صفر و بعد مردم دوست میشن و آخر عاقبتش چی میشه؟ این مردم دوستی دیگه به جایی نمیرسه، ظاهرا مردم دوست میشن دیگه، در زمانی که قدرت داشته هر کاری داشت شماسا کردن. حالا آقای بیژن خان افتخاری، ما یه پروسه داریم طی میکنیم.
و به یه جایی از یک جریان تاریخی داریم میرسیم. تا اینجای قضیه اینه که قدم به قدم ما جاب در جای پای تاریخ داریم میذاریم. 43 ساله داریم میگیم ما به قول جناب علی آقا، میگیم آقا خامنه‌ای این عاقبت نداره این کارهای شما، این نوع کار، این نوع مملکت داری، این نوع حکومت عاقبت نداره. بابا دور نمونهش دنیا ده ها تا صد ها بود، ده ها چه. الان به اون روز ما داریم نزدیک میشیم که حکومت داره نایس میشه، داره مهربان میشه. آیا چه چیزی الان خب بخواه مردم گول بزنن دیگه؟ من اینکه آرزوم اینه که فقط یه روزی برم ایران، یه ماه من بتونم برم ایران مملکت هم ببینم برگردم، نه که حالا بگم که این آرزوم نمیتونم جامعه عمل بشه بکنم. حالا بینم آقای خامنه میگی میتونی. آقای بیژن‌خان افتخاری چه عواملی؟ شما فساد میبینید؟ زورزورگویی و کشت و کشتار میبینید؟ میشه تاریخ شک نگیره در این مورد خاص مملکت ما؟ ابتدا عرض بکنم که اون چه که امروز خامنه‌ای مطرح میکنه همونطور که عرض کردم یک تاکتیکه، یعنی هیچ تغییر استراتژیکی نیست و این تاکتیک هم هر لحظه میتونه عوض بشه، بنابراین روی اون اصلا حساب نکنید. اما ببینید مشکلات مردم دو بخش مهمه، آخه حتی یه بخش نیست، دو بخشه. یه بخشش بحث آزادی های فردی و اجتماعی است که معمولا طبقه متوسط و طبقه که دستش به دهنش میرسه اونو مسئله اصلیشه. یه بخشم مسئله زندگی و معیشت روزانه است. این معیشت روزانه ممکنه انسان‌ها به دلایل مختلف سعی کنن باش یه جوری خودشون رو تطبیق بدن، ولی یه روزی میرسه که دیگه جان به لبشون میرسه. الان در جامعه ما این دوتا دست به دست هم داده، یعنی از یه طرف طبقه متوسط و نسبتاً مرفه میگه آقا این وضع زندگی نیست، بله من پول دارم اما این وضع زندگی نیست، این نیست که من در خیابون دارم میرم یه جوجه پاسدار به خودش حق بده به زن من توهین کنه، منو بگیره ببره بندازه تو زندان، این درست نیست، این وضع نیست. من نگاه میکنه میگه آخه این آقایی که به عنوان معاون، به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور گذاشتید، این دوتا رو رو هم بریزی به اندازه پسر من تو دبیرستان آگاهی ندارن. اینا من نمیتونم باور کنم که امورات کشورم بسپری دستی همچین کس. اونی هم که پول نداره هی بهش امید دادن که خوب میشه، بهتر میشه، بهتر میشه. امروز بهش ثابت شده که آقا چیزی عوض نمیشه. 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 10 ساله ما داریم هی میشنویم که صبر کن، بهتر میشه. صبر کن، بهتر میشه. ببینید مثلا اومدن گفتن حقوق ارتشی‌ها رو نمیدونم 30% اضافه کرد که آرامش ایجاد کنه. خیلی خوب. اما آخه قیمت ها و تورم نقطه به نقطه 77% بالا رفت. خب چه دردی از اون دوا میشه؟ یعنی اون حقوق 30% اضافه میشه، تورم 77% اضافه میشه و باز 40% از قدرت خریدشو حتی با حقوق جدید از دست داد. بنابراین ببینید ریشه نارضایتی ها رو که نگاه میکنید بعد ببینید آیا راه حلی داره یا نداره. در این نظام من به شما عرض میکنم با این سیستم موجود امکان نداره وضعیت اقتصادی به نفع مردم بهتر بشه، امکان نداره. یعنی حتی این آرزویی که اینا داشتن که آقا
برجام میشه و همه چی آروم میشد. ما با کشورهای خارجی معامله میکنیم، حتی اینم میشد. سیستم جوری چیده شده که چیزی گیر مردم نیاد. نتیجتا میخوام عرض بکنم مردم هر کدوم به نوعی خودشون رو در تقابل با این رژیم میبینن. اونی که دنبال آزادیه 100% میدونه که تو اینا این خبرها نیست. مگر قبل از خامنه ای همین آقای رئیس قوه قضاییه شون نگفت که بیاید بشینیم با هم صحبت کنیم و بعد دستور اعدام خیلی ها رو صادر کرد. حالا خامنه ای میگه شما برگردید داخل. چه کسی میتونه اصلا قبول کنه که این آدم راست میگه؟ بابا اینا نوکران خودشون رو هم میگیرن میندازن تو زندان، اینا آدمای خودشون هم میگیرن برای اینکه انحصار طلبی است، برای اینکه حکومت قانون نیست که قانون وجود نداره اونجا. بنابراین اون بخشی از مردم که حالا دستشون به دهنشون میرسه، بخش آزادی و عرض شود که زندگی انسانی براشون بسیار مهمه، اونا خودشون رو در تقابل میرن. نمودش هم میبینید تو خیابون. اونهایی هم که فقیرن و براشون حالا یک زندگی متوسط میتونست آرامشون کنه، کاری به مسائل آزادی و اینا نداشتن، اونها هم امروز با نظام در تقابل قرار گرفتن. بنابراین شما نمیتونید باور کنید که این مجموعه آرام بشه بره گوشه خیابون بشینه، چون آقای خامنه ای مثلا دو تا رفرم ظاهری رو حالا اونم که نخواهد کرد ولی انجام بده. نه، مشکلات عمیق‌تر از این حرفا شده. شاید 5 سال پیش 10 سال پیش جا داشت این کارا رو بکنه که نکرد. امروز که مردم از هر گروه دسته آگاه شدن و شما نمودش رو در راهپیمایی 22 بهمن امسال میبینید، مطمئنن دیگه بحث رفرم و اینا نیست. کمتر افرادی هستن در داخل که با این نظام تضاد پیدا کرده باشن و بعد بگن که اصلاحات خوبه. اینا تضاد پیدا کردن و میگن این نظام باید بره. بنابراین من مطمئن هستم که ما به سمت یک انقلاب و پایان دادن به عمر منحوس این نظام پیش بود. بله بله، خیلی ممنون. اتفاقا از خود نظام یه اطلاعیه اومد، 120 نفر یه اطلاعیه و 350 از کسی که در انقلاب بودن، انقلاب باعث بودن، اسامی مشهور که آقا ما شرمنده مردم شدیم با این کاری که شد. خودشون سشات بیانیه توی سشات روز منتشر شده که ما شرمنده مردم شدیم. و به هر حال جناب آقای بیژن‌خان افتخاری، شما قبلا هم فرموده بودید که سال دیگرگونی هست. به عنوان حسن ختام برنامه بفرمایید که ضربه آخر رو اقتصاد به خامنه‌ای میزنه یا آزادی؟ جفتش با هم دست به دست هم خواهد داد و ریشه این نظام رو خواهد کرد. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم به مفصل این موضوع رو با هم بررسی کنیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته بر اساس مسائل. خیلی ممنون جناب آقای بیژن‌خان افتخاری. وقت اونم این آقای سپه فرمودن که تمام کارگردان فنی تشکر کنیم، از ایشون هم، از شما تشکر میکنم، از تماشاگران عزیزم تشکر میکنم و یک سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتایی که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش. مرسی.